سلام سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه آقا این اولین ویدیوی هستش که من با خودم تموم کردم که بیام با حالت ساده بدون اینکه بخوام به این فکر بکنم که لباس چی تنم هستش مدل موهام چی هستش رنگ موهام چی هستش بیام جلوی دوربین و خیلی خیلی هم خوشحال هستم از اینکه دیگه دارم خودم رو در واقع از شر این انتخاب های سخت لباس های سخت نمیدونم مدل موهای سخت در واقع رها میکنم قصه از اونجا شروع شد که من موهام کراتین کرده بودم وقتی بلوند کردم و خب حالا بینم که کراتینش از بین رفته و از طرفی هم ریشه موهام در اومده دو تا چیز که واقعا ازشون متنفرم یکی اینکه وقتی موهامو رنگ کنم ریشه اش احساس نامرتب بودن بهم میده و دومی این که در واقع موی بلون و روشن کراتین نداشته باشه و همین تصمیم گرفتم که برای خودم یه بافت خفن بزنم و بعد خیلی سری برم ماما کراتین بکنم اینجا دارم برای خودم بافت کف سری میزنم بچه ها قبلا یکی بهم گفته بود که شما همیشه از اول آخر اینجایی که داری برای خودت بافت میزنی مثلا فیلم میگیری از کجا معلوم که خودتون دارید بافت میزنید باور کنید این موضوع از دلم که خیلی سخته که من هم تمرکز بکنم روی بافتم با بافت که سایزش انقدر ریز هستش و همین که به دوربین بخوام توجه بکنم خب حالا بگذریم خلاصه اینجا این ویدیو رو گذاشتم این فیلم رو گذاشتم که ببینید خودم دارم این باف رو میزنم آقا اینجا رفتم داخل حمام خانه و میخوام برای خودم بافت دندون موشی به حالت بی آی پی بزنم بخاطر همین چهار تا لاین باف زدم اون منی که بهتون گفتم تصمیم گرفته دیگه راحت بیا جلوی دوربین خب شما دارید الان اون من رو مشاهده میکنید نمیدونم واقعا که آیا در آینده کار می کارو میکنم یا نه ولی خب احساس خوبی بهم هم میده اینکه انقدر سخت نگیرم خیلی چیزا رو خب آقا بریم سراغ یک سری نکات آموزشی که میخوام بهتون بگم همیشه برای بافت دندون موشی قسمت جلوی سر سعی بکنید حجم موی که کار میکنید در واقع اون لایه موها خیلی کم باشه به هیچ شما شما نباید در واقع با حجم زیاد بیاید جلوی مو رو کار بکنید چون که بافتتون میشه مثل بافت افراد غیر و آماتور خب حالا یه نکته دیگه هم داره وقتی که شما به قسمت وسط سر میرسید بچه ها بیایید قلابتون رو عوض بکنید و سایز در واقع قلاب درش رو استفاده بکنید قلابی که اصطلاحا بهش میگن برای قلاب آفرو استفاده میشه همین قلابی که دارید در ویدیو میبینید ببینید بچه ها من دارم از جدیدترین روش روش و تکنیک بافت دندون موشی استفاده میکنم روشی که خیلی خیلی ساده و راحت هستش و در واقع میشه گفتش که ماندگاری فوق ای هم داره خب حالا یه چیز دیگه هم بگم چرا من میگم خب بچه قیافه منو نگاه بکنید میگم واقعا تمرکز کردن خیلی سخته وقتی دارم برای خودم باف میزنم و دارم ویدیو میگیرم آقا من از نتیجه کار خودم خیلی خوشم اومد تعریف از خود نباشه حالا شما هم حتما نتیجه کار رو ببینید و نظرتون رو برام بنویسید راستی بچه ها حتما ویدیو رو حمایت بکنید لایک بکنید کامنت برام بذارید و حتما کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید آقا از اونجایی که از نمونه کارهای خیلی ساده واقعا بدم میاد تصمیم گرفتم که یه طرف موها رو رنگ مشکی بزنم و طرف دیگر رنگ قهوه‌ای بزنم دو تا رنگی که واقعا برای این فصل عاشقشون هستم و از طرفی می میتونه نمونه کار منو به نظرم خیلی خاص‌تر بکنه بچه ها من لایه های زیری رو خب اونقدری سایز در واقع ام، اونقدر لایه های کم حجم اضافه نکردم اینم بهتون بگم برای من خیلی بیشتر این قسمت در واقع روی بافتم هستش که توی کوچکترین در واقع کمترین حجم لایه رو دارم کار میکنم بودم که منظورم رسونده باشم خب یه چیز دیگه هم بهتون بگم که این موها رو حتما باید اوتوکشی بکنید خب آقا بریم سراغ نتیجه کار من که خودم خوشم اومد شما رو نمیدونم حتما نظرتون رو برام کامنت بکنید خیلی خیلی دوستتون دارم بچه خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدارتون